سلام صبح شما بخیر، سال نو شما مبارک در حال به سال جدید هجری خورشیدی میریم که سال گذشته هجری خورشیدی هم پر از فراز و فرودهای زیاد بر افغانستان از لحاظ سیاسی بوده که این سال تاثیر مستقیم به زندگی مردم افغانستان داشته است ولی سال 1402 هجری خورشیدی چگونه سال بوده و با چه نتایج به پایان رسیده است در این سال امارت اسلامی از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشد و کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز به امارات اسلامی واگذار نشده است امارات اسلامی اما میگوید که شمار نمایندگی های سیاسی حکومت سرپرست در کشورهای جهان در این سال به 38 رسیده و چین نیز نخستین کشور بوده که اعتبارنامه سفیر امارت اسلامی را پذیرفته است سرنوشت ناروشن قانون اساسی مشروعیت داخلی ادامه کار حکومت سرپرست ایجاد نشدن حکومت همشمول و دعوت نشدن امارت اسلامی به نشستهای مهم جهانی از نگرانی های بزرگ سیاسیون در این سال بوده است ولی در سال 1402 بیش از 20 نشست جهانی پیرامون افغانستان برگزار شده که از این میان شورای امنیت سازمان ملل متحد بیشترین نشست ها را درباره افغانستان برگزار کرده است اما در بسیاری این نشست ها هیچ نماینده امارات اسلامی حضور نداشته تشکیل حکومت فراگیر کار گرفته نشدن از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از مسائل بوده که همواره در این سال مطرح شده خواسته هایی که به با باور امارت اسلامی همه در افغانستان رعایت شدند افغانستان محور گفتگوها در نشست های گوناگون در سال 1402 هجری خورشیدی بود نشست اتحادی اروپا آسیای مرکزی در کازاخستان در دوازدهم جوزا نشست مجمع اسلو در ناروی در بیست سوم جوزا نشست شانگهای بگونه مجازی به میزبانی هند در سیزدهم سرطان نشست آستانه در کازاخستان در 7م اسد نشست سمرقند در ازبکستان در 24 اصد، نشست فارمت مسکو در کازاخستان در اول میزان و نشست امنیتی هرات در تاجکستان در ششم قوس از نشست های مهم پیرامون افغانستان بودند. پاکستان معتقد است که با انجام تعامل با مقام های کنونی افغانستان می توانیم با آوردن سال در این کشور و نیز رفاه و آرامش مردم افغانستان کمک کنیم. اما نماینده امارت اسلامی در برخ از این نشست ها به شمول فرمت مسکو، مجمع یاسلو و سمرقند حضور داشتند. در کنار این نشست ها، نشست های مخالفان سیاسی امارت اسلامی نیز در بیرون از کشور برگزار شد که در این نشست ها اوضای افغانستان در بوت های مختلف به بحث گرفته شد. کشور من افغانستان پس از بیشتر از چهار دهت کشور کشورهای بیگانه و جنگ و حرج و مرج وقتی به سوی امنیت و ثبات گام بر دارد با با کارگیری حقوق بشر مورد تحریم ها قرار می دیرد. اما این نشست ها خالی از واکنش ها مقامهای های حکومت سرپرست نبود برخ از مقام های حکومت سرپرست از جمله موین سیاسی وزارت خارجه و سرپرست وزارت دفاع برگزاری همچون نشست ها در بیرون از کشور را مغرضانه و دسیسه علیه کشور خواندند این نخستین دور نشست دوها پیرامون اوزای افغانستان است که در بیستم قوس برگزار شد این نشست که دو روز ادامه داشت درباره مسائل مهم کشور از جمله حقوق بشر گفتگو صورت گرفت دور دوم این نشست نیز با تاریخ 29 دل و در قطر برگزار شد ما افغانستان می خواهیم که در صلح با خود و همسایگانش باشد و افغانستانی که قادر به تعهدات بین المللی باشد و بتواند بی تعهدات بین المللی را برآورده سازد و بتواند این امر را با همکاری جامعه جهانی و همسایگانش افا کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در این دوازده ماه بیش از هفت نشست درباره موضوعات مختلف افغانستان برگزار کرد. نشست شورای امنیت درباره ارزیابی مستقلانه هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در 20 قوس نشست شورای امنیت درباره نتایج نشست دوها و تعیین نماینده ویژه در دهم ده هود. نشست شورای امنیت درباره گزارش سه ماه دبیر سازمان ملل متحد در شانزدهم حود نشست شورای امنیت درباره تمدید ماموریت یونما در 25 و هود. نشست شورای امنیت درباره تمدید ماموریت گروه نظام بر تحریم ها بر امارت اسلامی در 24 قوس ما از سازمان ملل متحد می خواهیم که قطعنامه 27-21 را اجرا کرده و در نهایت کسی را انتصاب کند که با جامعه بین المللی طالبان و مردم افغانستان کار کند با اینکه در برخی از این نشستان نمانده از امارت اسلامی نیست حضور داشت اما این ها نتوانست که راه مشکلات کنونی افغانستان باشد فاطمه دیب تولو نیوز کابل، ولی این که در سال 1402 امارت اسلامی چقدر تلاش کرده که از انزوای سیاسی که به گفته سیاسیون گفته میشه دو قرار داره از او امارت اسلامی را بیرون بکنه. چرا به نشست های کلان سیاسی دعوت نشده و ای که کلانترین درس که امارت اسلامی باید از سال 1402 گرفته باشه چی است با مهمانان برنامه آقایان محمد اکرم عارفی استاد دانشگاه و سید عبدالمقدم امین آگاه مسائل سیاسی بحث میکنیم بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز به برنامه آقای عارفی خب برداشت شما چی است کلانترین دستاورت های امارت اسلامی از لحاظ سیاسی در سال 1402 چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم اولا که سال جدید را برای مردم افغانستان و همه وطنداران کسانی که در داخل هستند یا خارج هستند <coughs> تبریک عرض میکنیم با امید این که سال جدید سال خوبتر و بهتری برای مردم افغانستان و وطنداران ما باشد در سال گذشته دستاوردهای کلانی که اگر ما بتونیم حساب بکنیم در داخلی تحکیم وضعیت امنیتی در داخل افغانستان بود شرایط به صورت نسبی نسبت به سالهای گذشته مانند 1401 وضعیت بهتری داشتن شرایط امنیتی بهتر شد و از لحاظ اداری و از لحاظ از کارهای دولتی هم گفتم میتونیم که یک مقدار نظم و نسق یا بگویم که تمایل به اجرای قانون یا قانونمندی به صورت نسبی بهبود پیدا کرد با اینکه ساختار کلان قانون هنوز در ها موجود دارد قانون اساسی نیست و در چارچوب قانون اساسی صلاحیت های ادارات هم یک مقدار در لرزانه ممکنه کم و زیاد شود ولی در مجموع نسبت به سال اولی که بسیاری ادارات و نهادها خیلی فعالیت جدی نداشتند و عملکرد مناسبی نداشتند یک مقداری به سمت نظم و انضباط اداری و تشکیلات دولتی ما حرکت کردیم اینا خوب بودن و بله هاز آزادی های بیان و دستارده هایی که مطبوعات داشتن هم به نظر میرسه که در حد متوسط وضعیت باقی مان <applause> یعنی نه فشارهای زیادی اعمال شد و نه آزادی های بیشتری داده شد در یک به سال 1401 خوب بوده در سال گفتم گفته میتونم که در یک حد باقی مانی یا کمی خوب بودن ام. یعنی شنیده میشه که تعدادی از رسانه های صوتی دوباره مجوز گرفتن در یک مورد ماشین در روبرسی رادیو و اینا مجوز گرفتن مناش اینه که فضا نسبتا بد نبوده اینا خب در داخلی مشکلات اقتصادی است که شاید اگه ما برگردیم بازو موضوع بیشتری را رو در روابط خارجی گفته میتونیم که در عرصه روابط با همسایگان و منطقه گام های مثبت برداشته شد و یک مقدار سطح روابط گسترش پیدا کرد کشورها بخش های بیشتری از روابط را با افغانستان آغاز کردند اما در روابطی با جامعه غربی اروپا و آمریکا در یک سطح باقی ماند. هیچ گونه پیشرفت را ما در او سطح شاهد نبودیم و شرط ها و پیش هایی که داشتن کشورهای عربی اینا از توی افغانستان اجرا نشد حتما برمیگردیم با شما آقای امین با باور شما 1402 از لحاظ سیاسی چگونه گونه یک سال به افغانستان بوده بسم الله الرحمن الرحیم بارزی عرض و ادب تحولات سیاسی در هر کشوری ارتباط میگیره و ماهیت سیاسی و رفتار سیاسی طبیعی است که گذشته تکرار نمیشه ولی به یک نوع میتونه پیوند داشته باشه اما در سه نقطه خدمتتون عرض کنم که میتونیم بگیم که یکی از چیزهای چشمگیری در 2000 در 1402 ما شاهدش بودیم روابط مسالمت با کشورهای منطقه و جهان تعامل بسیار مثبت بود با وجودی که افغانستان بدون شک هنوز هم در این زوای سیاسی است ولی رابطه با کشورهای منطقه و جهان یک رابطه نهایتا مسالمت آمیز بود یعنی دنیا در صدد حذف امارت اسلامی یا تحریک اسلامی طالبان نبود که یک جبهه دیگر را حمایت بکنند در صدد اصلاح جلسات متعددی که شما یادآور شدید در گوشه و کنار دنیا پیرامون اوضاع افغانستان مطرح شد همه دید دید اصلاحی بود که افغانستان بره به طرف ثبات منطقه و واردی سیستم جهانی شود در بخش دوم و قسمی که صحبت شد بلی تأمین امنیت متضمن ثبات سیاسی است که ای ای واقعا میتونه به عنوان یک پوینت مثبت باشه در سالی که گذشت و در رابطه با مسائل اقتصادی هم افغانستان توجهش در با کشورهای منطقه رابطه های تجارتی با کشورهای منطقه برای استخراج معادن و سیستم های اقتصادی و اشتغال زایی کارهای حدودا چشمگیری انجام شد که را ما نمیتونیم از واقعیت ها دور شیم در مشکلات های, چالش های به عنوان یک واقعیت که باید حل می شد که افغانستان واقعاً از این زیوای سیاسی در سطح بین المللی باید بیرون میشد و در بودی داخلی نظام آموزشی به عنوان یک چالش هنوز مطرح است که این فضا را یک مقدار میان امارت اسلامی و کشورهای منطقه به ویژه کشورهای جهان هنوز به عنوان یک چالش مطرح است به هر حال ما فکر کنم که بحث حاکمیت هم نباید نادیده بگیریم بله. یعنی حاکمیت در یک سال گذشته در مرزهای کشور تامین بود یعنی این نوع اخلالی که باعث نظم آمده شده باشد با چشم نخورد اینها را میتونیم از مزایای سالی گذشته محسوب کنیم تشکر من برمیگردیم به شما آقای رفیق خوب در حال شما خوشبین است از اینکه در تعامل با امارت اسلامی گام های کوچک برداشته شده از طرف جهان که خوب بی حکومت هنوز هم از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده فکر میکنین اصلی ترین دلایل چی است که جامعه جهانی هنوز نمیتونه که دل خوش بکنه و امارت اسلامی رو به رسمیت بشناسه به نظر میرسه که دلیل اصلیه که کشورهای منطقه و کشورهای بیرون از منطقه نتونست دولت کنونی افغانستان و به رسمیت بشناسه های ایالات متحده آمریکا است و همسویی که اروپا با آمریکا از خود نشان داده و نشان میدهد کشورهای غربی به خصوص آمریکا پیشرت های برای شناسایی دولت افغانستان در نظر گرفته بله. این پیشرت ها اجرا نشد و به همین دلیل یک مانع بسیار کلانی که در این زمینه پیش پیشرفت صورت نگرفت خب این از کشورهای غربی ولی تمام کشورهای جهان تا به آمریکا نیست رقیبای جدی آمریکا مثل چین مثلا مثل روسیه مثل ایران که عملا دشمنی داره و در بعض نقاط با هم حتی درگیری نیابتی هم دارن. اونها چرا بر رسمیت خب در سطح بین الملل با این که کشورها در یک تقابل هم هستن تضادهای منافع وجود داره ولی در بعض مسائل اشتراکات با هم داره و ملاحظات با هم داره امه. کشورهای که شما اشاره کردید چین و روسیه یا بعض کشورهای منطقه مانند ایران اینا بدون شک کشورهای همسو یا تابع نیستن با آمریکا ولی علاقه ندارن که سطح تنش را بین خود با آمریکا افزایش بدن اینا در بخش که بسیار استراری هستن یا منافعشان خیلی خیلی در حمیتی بالای قرار دارن ناچار که با آمریکا در تقابل قرار بگیرن ولی در یک جاهایی که احساس میکنه که سطح منافعشان در اونجا پایین است ضرورت نداره که در اون زمین هم یک تنش جدید را در رابط با آمریکا ایجاد بکنه <applause> یقینا اون نگاه و روی کردی که آمریکا نسبت به دولت افغانستان داره و امارت اسلامی عامل بسیار بنیادی بوده در که هم چین را کنترل کرده و هم روسیه را کنترل کرده و هم کشورهای نزدیک همسایه را کنترل کرده اگر این روی کرد از سوی آمریکا یا سازمان ملل تغییر پیدا بکنه یقینا نبودین کشورهایی که دولت کنونی افغانستان بر رسمیت شناخت همین کشورهای منطقه و همسایه خواهند بود و یعنی خوب مشکل در امارات نیست تنها پالیسی های آمریکایی ها مشکل داره یقینا یعنی کشورهای منطقه پیشرتایشان متفاوت است از اون که کشورهای غربی و اروپایی مطرح میکنند کشورهای منطقه مسائل امنیتی برایشان شرط اول است و بعد مسئله اقتصادی به لحاظ امنیتی تا حالا دولت افغانستان همسوی خوبی با کشورهای منطقه داشته و جز یک موردی که پاکستان گلایه های داره در خارج از این بسیار گمای مثبتی داشتن تا حدود ما میتونه بگوییم که او تشویش و نگرانی کشورهای منطقه از ناحیه امنیتی و تهدیدزایی افغانستان کاهش پیدا کرده هنوز برطرف نشده کاهش پیدا کرده و لحاظ اقتصادی چون کشورهای منطقه هم نگاه اقتصادی دارن که در برای رشد اقتصاد منطقه کار بکنن و رشد اقتصاد منطقه هم در یک شبکه امکان پذیر است <applause> شبکه ترانسپورتی حمل و نقل باید شبکه مبادلات تجاری باید باشد یک فضای آرامش اقتصادی شکل بگیرد در این جهت هم افغانستان و هم کشورهای منطقه هم صدا و هم فکر هستند ای این پیشرت ها هستند این پیشرت ها از سوی طالبان تا برآورده شده آقای امین باور شما چی است؟ فکر میکنین آیا جهان یک ترس دارد از ای که امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسند مخصوصا کشورهای نزدیک افغانستان؟ سه تا اصطلاح از هم تفکیک نشده در محیط بین المللی یکی تروریزم است، یکی نازت اسلامی است، یکی فرادگرایی است کشورهای اسلامی باید تلاش می‌کردند که میان این سه تا اصطلاح تفکیک قائل می‌شدند. شما میبینید که سه تا اصطلاح در آسیای میانه، جنوبی آسیا و خاور میانه بسیار پررنگ است. اما به صورت کل اگر را ما مطالعه کنیم در حوزه بین المللی این حرکت ها را یک نوع تهدیدی برای منافی جهان میدونه. گاه گاهی اگر بس تروریسم مطرح کنین امریکایی ها با روس ها شاید مشکل نداشته باشند. یعنی متحدانه عمل کنند. به هر حال اینجا بس نظام سیاسی مطرح است حالا حرکت ها و نظرات اسلامی که در خاور میانه است قدرت سیاسی را در اختیار ندارند میتونن حدودا قابل هضم باشند در جنوب آسیا و آسیای میانه هم نظرات اسلامی تریکا وجود دارند حالا به هر اسمی که است ولی ساختار سیاسی در ساختار سیاسی تنظیم نیستند یعنی جزء جامعه جهانی نیستند میتونن قابل هضم باشند در افغانستان تحریک اسلامی طالبان که اینجا یک ساختار سیاسی مطرح است که جزئی سیستم جهانی باید بشه در اینجا یک مقدار دیدگاه ها بسیار متفاوت است هم امریکایی ها بنابر تعهداتی که در قطر داشتن یا در توافقنامه قطر داشتن حالا یکی که ها پای از او استاد نشدن یا چه مشکلات چه مزلایی را پیش رو داشت به هر حالت هر دو طرف قضیه یک دیگری خود به عنوان ناقص در مواد این توافقنامه می دانند بله. سازمان ملل متحد هم قادر نشد که در روشنایی توافقنامه قطر دورنمای سیاستی افغانستان به یک نوع رقم بزنه و کشورهای روسیه هم که مخالف امریکا یا حضور امریکا در منطقه است شاید توافقنامه قطر هنوز برایش یک مفهومی نباشه که بسی تامین امنیت و ثبات در افغانستان مطرح باشه گاه گاهی به این نظر است که نشه این وضعیت یک ای نوی کشورهای منطقه را بی ثبات بسازه این تا زمانی که افغانستان از خطی از خط مطالعه استخبارات بیرون نشه و وارد یک تعامل سیاسی نشه من فکر میکنم که سخت است که کشورهای منطقه و جهان پیرو افغانستان دیدی واحد داشته باشند یا رابطهشو یعنی رابطه, رابطه استراتیجیک بابر شما ای است که خب هنوز هم در مورد افغانستان رابطه به اساس دید استخباراتی تامین میشه و استخبارات ها تصمیم میگیرن که چگونه یک رابطه داشته باشند کشورها با دو تقسیم شدن بله. یک بخشش با دید استخباراتی به قزای افغانستان میبینه یک بخش دیگه با دید ابزاری میبینه در افغانستان یک بخش دیگه بحران مدیریت میکنه که گویی که خطری متوجهش نشه یعنی روابط استراتژیک که البته ایم یک بخشش بر میگرده با دستگاه دیپلوماسی و فعال افغانستان که بعد باید میتونه جایگاه خود در مسیر قانونی و حقوقی در محافل بین المللی باز میکرد حداقل یک رای تفاهمی با یک یا دو یا چند کشوری کشوری چی کشورهای منطقه یا کشورهای جهان ایجاد میشد ولی به هر حال زمانی که شما روابط استراتژیک و سیاسی بر مبنای میارهای بین نباشد دید میتونه استخباراتی و ابزاری باشه خیلی سپاسگزار آقای عارفی خوب قسمی که شما گفتین جامعه جهانی و کشورهای مختلف نسخه های مختلف داره به ای که امارات اسلامی او را بپذیره بعد از او تعامل میکنه با حکومت سرپرست فکر میکنین خوب چرا این نسخه ها از طرف امارات اسلامی همه نادیده گرفته میشن مثلا بعض کشورها خواست مشترک داره از امارات اسلامی او رهایی در مکاتب و دانشگاه ها برای دختران است بر برچناختن حقوق بانوان در افغانستان یک مشکل اساسی و بنیادی در امینجاست که دولت جدید افغانستان یا امارت یا تحریک اسلامی طالبان بر اساس نگاه های کاملا سنتی و بر اساس برداشت های بسیار قدیمی از دین و شریعت و اسلام اینا آمدن یک نظام اسلامی را شکل دادن <applause> در این نظام قدیمی زن جایگاهی نداره زن به عنوان یک گروه اجتماعی به رسمیت شناخته نمیشه زن بیشتر حوزه های خصوصی محیط فعالیت و کار آن شناخته شده که خانه باشد و حریم خانه و اینها باشد اه. اه، یک نگاه رقمی وجود دارن در صورتی که جامعه ای امروز و حتی جامعه اسلامی آلمان و روشنفکران اسلامی برداشتی بروستری از دین و شریعت و اسلام و های اسلامی دارن و به همین قسم از لحاظ فرهنگ و سنت هم اونا با این که احترام داره به فرهنگ ملی و نانات ملی خود ولی سعی میکنه این فرهنگ ها را متناسب با توسعه و رشد اجتماعی مرتب بنار اسلام بکنه و تغییر بتن. خب ای یک فاصله زمانی یا فاصله فرهنگی و یک فاصله بسیار شدید فکری و ایدئولوژیکی وجود داره دارد. بین جریان که امروز به قدرت رسیده و بین آنچه که ما در محیط پیرامونی و دنیا میبینیم این ای فاصله ایجاد کرده و بر اساس همی است که هر کدام برداشت های متفاوتی دارن کشورهای دیگر از افغانستان انتظار دارند و حتی خود مردم افغانستان انتظار دارن که باید نگاهشان با آموزش و تعلیم نگاهشان به جنس نگاهشان به آزادی ها نگاهشان به مردم و ملت به عنوان یک واحدی منسجم در یک جغرافیا باید آپدیت شود و شود و متناسب با واقعیت هایی که سیر طبیعی رشد یک جامعه انسانی و بشری او میپیماید می منتها خب جریان انوز در یک فضای متفاوتی بزرگ شده کلان شده آموزش دیده فعالیت کرده و بر اساس اونا اینا به تدریج ممکنه که یک مقدار فاصله ها کم شود مشکل اساسی این اینه ما فکر میکنم جدا از مسائل سیاسی و از مسائل دیگر خود نوعی برداشت ذهنیت تفکر ارزش ها و بارها بسیار فاصله دارند این خودش یک مانعی اساسی در این که زبان مشترک بین افغانستان و کشورهای منطقه شکل بگیرد بله بدون شک آقای امین خوب یک بحث دیگه ای که مطرح است در بخش تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی است که هنوز امارت اسلامی یک قانون مشخص نداره یک سیاست خارجی تعریف شده نداره که او در قانون اساسی خوب تعریف شده باشه و بحث مشروعیت داخلی هم مطرح است که خوب هنوز امارت اسلامی با یک مکانیزم واضح و مشخص نتونسته که مشروعیت داخلی را کسب بکنه چند نقطه را باید در نظر داشته باشیم ببینیم افغانستان از لحاظ حقوقی مشکلی نداره این این انتقادات انتقادات سالمی نیست و مشکلات افغانستان مشکلات سیاسی است نه اف... ولی خب وقت قانون اساسی نیست ببینید مشکل خیلی کشورهایی هست که قانون اساسی ندارن بحثی نیست گاگای در زمانی شاه هم حکومت های سلطنتی هم فرمان خودش میتونه قانون بزه باشه یعنی متناسب با شرایط میتونه فرامین جایگزین قوانین شو وچه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی بله. منظور من نخت... میتونیم به عنوان یک خلای را در داخل کشور بپذیریم اما به عنوان تعامل زیاد جدی نیست برای تعامل با جهان بسیار جدی نیست بله شما میبینین اولا در رابطه با قضیه افغانستان صادقانه صحبت کنم یک بی‌انصافی بسیار کلانی وجود دارد ما با دو کشوری همسایه به فکر کنیم با جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری اسلامی ایران بعد میریم به طرف هند و خاور میانه بله. ما در برابری این ملت در برابر اتحاد جماهیر شوروی جنگید و خون ریزاد و پاکستان نجات پیدا کرد و ایران نجات پیدا کرد بله. ما در برابر این ملت در برابر ایالات متحده امریکا قربانی داد و گرنه سلاحای میکروبی امریکا در خاک جمهوری پاکستان و ایران جابجا میشد اینا را باید از اینا را باید نادیده نگیریم <applause> اما بله ما که نتونستیم روی یک روابط استراتژیک با کشورهای منطقه هم خلال در چون کشورهای منطقه پاکستان با یک دیدی منفعلانه را در رابطه با قضای افغانستان میبینه نه به عنوان دو کشوری که بله. با همدیگر برادر باشه همه قسم جمهوری اسلامی ایران در کوتاتر تعامل... اشاره بکنین خب درس که باید امارت اسلامی از سال 1402 گرفته باشه چی درس بله درسی که گرفته باید دو تا چیز باید مورد نظر داشته باشه مم. یک در بودی داخلی هر قدر ما یک عرفی دکتر نجیب الله را به عنوان که چی کس بود نجیب الله چی رقم بود کاری ما نداریم ولی حرف خوب از زبان هر کسی که بشنویم قابل مم. پذیرش است دکتر نجیب الله در یک محفل بسیار بزرگ مطرح کرد گفت, که اگر ما اگر ما موفق می بودیم در مدیریت هزارها و میلیون انسان مهاجر نمی شد اینها را باید بپذیریم به عنوان یک اینا به عنوان یک خلا باید در بودی داخلی ما باید باید مکانیزم های را شکل, شکل. بدیم که مهاجرین برگردن به کشور ساختار سیاسی همه شمول باشه و بالاخره در داخلی کشور قانون اساسی به عنوان به عنوان یک وسیقه ملی جایگاه هر شهروندی را تصویر هر شهروندی را مشخص کنه این در بود داخلی برای رفتار سیاسی که آموزهای های دینی ما را متضرر نسازه و تابع سیاست های کشورهای منطقه و جهان قرار نداشته باشیم این رابطه استراتژیک به رفتار سیاسی بر در, قوانین بین المللی باید مورد نظر گرفته شد. بله آقای عارفی کمتر از دو دقیقه به شما فرصت داده میتونیم خب پندی که امارت اسلامی گرفته باشه از سال 1402 چی است و چه راههای اشتباهات که شده در سال 1402 از او باید تکرار نشه به نظر میرسه که اولین درس یا کی که میتونه بگیره این است که این فاصله که بین افغانستان و کشورهای بیرونی و جامعه رسمی و نهادهای بین مللی به وجود آمده این فاصله باید کم شود <applause> یعنی پافشاری روی خواسته ها یا ارزش های درون ملی برای جامعه جهانی قابل درک نیست و باید ما یک زبانی مناسبتر را در پیش بگیریم نشست هاش ما بدون حضور افغانستان خیلی دستاورد خاصی نداشتن این یک مسئله است مهم. مسئله دیگر اینه که نگاهی اون امنیتی که دولت در پیش گرفته نسبت به داخل یک مقدار شای شرایط طبیعی باشه و مجبوری باشد ولی به این حدی که 80 فیصد مسائل شما با نگاه امنیتی نگاه بکنید به نظر می تا این حدم در افغانستان ضرورت نداره مردم افغانستان فعلا دنبال یک زندگی و آسایش است باید زمینه های فرصت آسایش و آرامش رو برای مردم فراهم بسازد کسی دنبال زی نیست که به یک جنگ دوباره اون نگاه ها تغییر کنه اگر نگاه تغییر کرد اعتماد به وجود میه اعتمادی که بود مشارکت به وجود میه امروز ما میبینیم که این خلاها وجود داره اعتماد لازم بین دولت و مردم نیست و اعتمادی که نبود مشارکتی نیست خودی عدم مشارکت نارضایتی و مشکلات را خلق میکنه محمد اکرم عارفی استاد دانشگاه و سید عبدالمقدم امین آگاه مسائل سیاسی سپاسگزار حضورتان و برنامه